سلام، سیدعلی ترسون ترسون و لرزون لرزون رفت سر قبر امامش، همه با هم امامش رفت سر قبر امامش تا دخیل ببنده، بلکه این انتخابات رو سر کنه. حالا هم بریم یه کمی موشکافیش کنی. اصلا نمیتوانن بکنن. مسئله حساس و زنده این روزهای ماست. ده آخه شف تالو گندیده، اینو که میدونی. مگه نوبلش آوردی؟ همه جای دنیا هم انتخابات هست دیگه. در کجای دنیا به نامزدهای گوناگون از اون چهرهای معروف تا چهرهای گمنام اجازه داده می شود که به طور مساوی از رسانه‌های ملی و دولتی کشور استفاده کنند؟ کجای دنیا چنین چیزی هست؟ در آمریکا هست؟ در کشورهای سرمایه‌داری هست؟ منظورت همین مسابقه ماسخوری بود که دیدیم؟ خیلی باحال بود. خیلی هم واسه من نامه دادن که مسابقه بعدی، ببخشید، مناظره بعدی رو اکشن کنن. علی میگه زو و سیب خوری و ساک ساک و قردن به هوا و این چیزا با هم بذارن. خب دیگه بسه، از مزایای نظام ولایت بنال ببینید. در کشور ما نامزدهای نمایندگی به طور مساوی و برابر بدون خرج کردن یک ریال می نشینن اونجا ساعتهای متمادی با برنامه‌های گوناگون به طور مساوی با مردم حرف می زنن. کجا چنین چیزی در دنیا وجود دارد؟ هیجا من که تو عمرم ندیده بودم. فقط اگه آخرش یه خر پلیس بازی هم می کردن دیگه هیچی کم نداشت. اینو ببین، اکبر کوسه است، صدای خورخورش به هواست، داره خواب راحل میبینه. راستی گفتم راحل، یادم اومد یه سند تاپ سیکرت ازش گیر اومده که باید بشنوید. آماده؟ بگیر که اومد. آها، رسیدیم به جمارون. هی جوجه طلبه، اون سند خصوصی امام رو تو ازش خبر داری؟ گفتم سوالای سخت سخت نکنید. اوهو، اشفه شطوری رو تو حوزه باز بیای که یه چیزی گیرت می اومد، همه رو برق میگیره، ما رو با جناق ادیسون. وای نترسین، این گوریله همونه که جرأت کرده رفته تو قبر دجال و نامه های خصوصیش رو آورده بیرون. جنبه های زیبایی از زندگی شخصی حضرت امام و جنبه های حالا مثلا اون خاطره اون دو تا نمونه انتخاب کرده آقای احسان. بله دو تا دیگه چیز جالب هم دارم که از این خاطرات هست، من خدمتتون عرض کنم. اینو شما بخونم. اینو بخونم. من اون نام عاشقانه رو دوست دارم. عاشقانه اون رو دوست دارم. توضیح داره. راست میگی، چون اون دجال زبون آدمیزاد بلد نبود، ولی زیاد کشش ندیا. بنار توضیح این که حضرت امام سفر بیروت بودن، بعد یک نامه ای می نویسن برای همسرشون حضرت امام، بعد این نامه چند سال پیش اصلا رو نمایی شده در فضای مجازی منتشر شد، اصلا بهت همگان بود که مگر حضرت این نامه واقعا این نامه ای عاشقانه نامه امام به همسرشون؟ خیلی نازه، چقدر جذابه. بشنیم سه نشه نامه عاشقانه ای که کرگدنی مثل راحل بنویسه، بعد این گوریل اونو رونمایی کنه، خیلی باز مواظب بود. جای شما خیلی خیلی خالی است. دوبار میگم خیلی خیلی.
تو هم دیگه خیلی خیلی خودتو لوس نکن، به اندازه ساندیست حرف بزن، ادامه بده. تا کنون هرچه پیش آمد خوش بوده و الان در شهر زیبای بیروت هستم. حقیقتاً جای شما خالی است، فقط برای تماشای شهر و دریا خیلی منظری خوش دارد. زای بازار شد که اون ریش و پش، ولیکن یه طرف کشت و کشتار و مغلبازی هم یه طرف، این دیگه یه چشمه جدید بود. به خر دجال گفته زکی امام، آن که دلش یونجزار خرها بود، تمام زندگیش گن زدن به دنیا بود. نگاه دیوی او قاب عکسی از خفاش، که جنس له شده نقشش مقوا بود. سرش تا پاله گاوان و رو تنش ترشید، لبش پر از زر فتوا و بمب و دوا بود. چرد روغن او از ته کفن پیدا، نشون رفتن و پایان عمر عظما بود. دوباره آمد و چنگیز را تجسم کرد، امام دیکتاتورای تمام دنیا بود. دوباره آمد و چنگیز را تجسم کرد، امام دیکتاتورای تمام دنیا بود. عبای جرجریش بوی جانور میداد، کسی به قاتلی او نبود آیا بود. ز سر کشیدن زهراب او نشد سیراب، که رد سم امام در تمام دنیا بود. شبی نظام ولش روی گور او لخ شد، جلود سیدلیش پشت کوه پیدا بود. شبی نظام ولش روی گور او لخ شد، جلود سیدلیش پشت کوه پیدا بود.